برنامه لای یک تا و توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحتمند باشین. خواهر گرامی بینده های عزیز برنامه بانو، السلام علیکم، بادم در خدمت هستیم. وقت نشر برنامه شما فرا رسیده و خواهر ما که مشکل می داشته باشن میتونن به برنامه زنگ هم بزنن. شماره تلفن ما 0796-0086-56 و همچنان پیام های شما که از طریق 456 موصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست. و فرزان جان یک دیر وقت داد، یک نامه آمده. بله، خواستم که این نامه را اول بخونم و ای خواهر عزیز ماست کارتین ها نامه ارسال کردن، زحمت کشتن در پشت دروازه طلو روان کردن، اینا نشته کردن. سلام به دکتر سیبا، به من و مخفف خدا، نام خدا به خاطر از یک خودشان بشناسن خدا، SADA از سرک نو کارتی نو گفته که بچه کلانم که صاحب دو دختر است امرای پدر و مادر خود، ببخشین که کم تو گدواد است، ما کم ترتیبش کردیم، خدا کنه که درست ترتیبش کرده باشم. پدر مادر خود در خانه فقیرانه زندگی میکنه، مدت 2 سال میشه که در خانه یک جای میباشه، مگر گفته در طول امی 2 سال گفته که بسیار امرای فامیل خود جنگ و دعوا میکنه و عروس خودم گفته زیاد فامیل مادر پدرش خاطر خوشی خود زیاد جنگ و دعوا میکنه و این کار به خاطر میکنه شوهرش پشتیبانش است. یک مشکلش و مشکل دیگیش گفته که بچه خوردم که سنش 15 سال است همراه همگی جنگ و دعوا میکنه، اتا دست بلند و قوب میزنه، گفته نمازم نمیخونه، مکتبم نمیره، خانیم بسیار بی برکت ساخته و بازم اینجا تاکید کرده، گفته که این بچه ما مکتب نمیره، زیاد حساب خراب است، زیاد از غال مغال میکنه، مرا لط و قوب میکنه و گفته دکتر سب مرا یک راهنمایی کنین که مزید جنجال خلاص شوم. خب دیر وقت بود فرزان جان یک نامه گرفتیم. بله. و خوارم یک چندین مشکل یک جا بله کردن. بله واقعا بعض اوقات لط و قوب کردن پدر و مادر و یکان بله بله. زمین میشه است و یکان بچه 15 ساله فکر کنین دکتر در بین خانواده. خب ببینیم مشکل از کجا آغاز میشه. اول ای که با کوچکترین حرفا کسایی هستن که بی تفاوت هستن در بله. خانواده. امی تربیه یک خانواده یک طفل از آغاز بسیار مهم است فرزان جان، که نمی باز آهسته آهسته باز بالا شده بره، بالا بلند و بلند و بلند، هر قدر که سلب بالا شده بره باز به او اندازه کنترل کردنش بسیار مشکل است. در آغاز اگر بنیاد یک تعمیره که وقتی که جور میکنیم در آغاز اگر متوجه زو باشیم که از بهترین مساله کار گرفته شد و غفلت نکنیم، بنیاد وقتی که درست باشه حتی میتونی 100 منزل بالاش امار بکنیم. بله. چون بنیاد درست است پرابلم پیدا نمیشه. بله. در خانواده ها مثلا عامل اساسی، یک مشکل اساسی مشکلات اقتصادی است که دامنگیر خانواده ها میباشه. خب در مجموع اینطورم گفتن هم میتونیم، بسیاری خانواده هست که مشکلات اقتصادی دارن، ولی تربیه هست، اولاد خود درست تربیه کردن، متوجه زندگی هستن، ولی بعضی کسها هستن که باز تنها همی یک نقطه را فکر میکنن که تنها مشکلات اقتصادی در جنبش، دیگه پرابلم های دیگه گپایش مثلا فکر نمیکنن که فقط تنها مهم نیست که فقط آب و نان بر طفل ها پیدا شه، ولی متوجه دیگه گپایش نشه. بله به او خاطر این یک مسئولیت بسیار خطیر است و به او خاطر خداوند بهشت زیر پای مادرها گذاشتن. به خاطر امی هست که نمیقه جنجال میبینن که باز نمیقه تو یک افتخار بزرگ است. ولی بعض کسها هستن که باز متوجه زیرمی گپا نیست، کوشش میکنن که از مشکل امون لحظه فرار بکنن. مثلا اونمو لحظه خود راحت میسازن، میگه امی طفل روان کده کوچه بر هر کار که میکنن. بله. این نتیجه روان کردن یک طفل به کوچه باز اینی شکل است. این نتیجه شم میبینیم حتی عروسی هم بکنن. مثلا عروسی کردن درست است، یک بچه که جوان شد خانواده ای فکر میشه که اینا باید عروسی بکنیم. خب حالا عروسی خود در جنبش دیگه بس از مسائل و مشکلات دیگه هم هست که باید متوجه ازو باشن. مثلا بعض کسا هست اتفاق خوش دارن، ولی متاسفانه اتفاق قلبی را نه، اتفاق نانی را. بله بله. چون مسائل اقتصاد است که امی مسائل اقتصادی در بعض از خانواده دامنگیرشان است و اینا رو با هم دیگر مسجم ساختن. بله بله. لحاظ قلبی قدر چی نیستن. بله. اون محبت و صمیمیتی که واقعا در یک خانواده باشه وجود نداره. اینمی مشکلات اقتصادی است که کلگیر جمع ساخته با هم دیگر و فکر میکنن که اینمی ما یک اتفاق داریم. اتفاق نانی کار درست نیست. یعنی کوشش بکنن که هر کسی که اگر چنین یک
مسئله در بین خانواده ها هست که محبت قلبی وجود نداره، ولی از یک تنگنای باعث ازی شدن که نه با هم دیگر یک جایی باشن. خب این میشه یک چند روز برداشت میشه، اونو مسئله استراتژی و تکتیک وارست که استراتژی چیز دیگه است، ولی راه رسیدن به اون تکتیکایش است. ولی امی سیستم هم در خانواده انسان قسم میتونه که باید ببینه، یعنی در هر مقطع زمانی انسان کوشش بکنه که ببینه که این مسئولیت ما در این قبال چی است. ما همواره کوشش میکنیم که خود براحت بتیم، ولی جانب مقابل کوشش میکنیم که بمبارد بگیریم و بگوییم که تماما مشکلات ناشی از امی هست. ولی اگر کس بر ما بگه که نه، اگر میگن وقتی که به طرف یک کس انگشت انتقاد میگیری، چهار انگشتت به طرف خودت است، ولی یک انگشتت به طرف دیگرا. پس به او خاطر این وظیفه خود خانواده. مثلا یک طفل 15 ساله، خب طفل گفته نمیتونیم، خب نوجوان است. نوجوان چطور به خود جرات میده که بالای پدر و مادر خود دست بلند بکنه؟ خب اونا که عروسی کردن، اونا خب مسئلهشون جدا هست. ببینین هیچ چیز انسان توسط جبر رو نمیتونه که انسان بالای کسی تعمیل بکنه. هر قدر که انسان کوشش بکنه در یک خانواده، این وظیفه پدر و مادر است که محبت چه قسم ایجاد بکنه. محبت چیزی نیست که انسان با پول رو خریداری بکنه، محبت یک چیز قلبی هست. وقتی که در قلبت ایجاد کردی، مطمئنن که این جان مقابل هم میره احساس میکنه. همونطور که در مقابل یک کسی نفرت داری، اونا هم احساس میکنه که همین مرا خوب نمیبینه. مطمئنن که محبت هم به می شکل است. پس به او خاطر مهم اساسی ای است که خانواده ها باید متوجه زیگه باشن که وظیفه بسخطیر دارن. یعنی در هر موقع زمانی وظیفه پدر است. هر کسی متاثر از شخصیت پدر و مادر خود است. در هر موقعی که باشه، در هر حالتی که باشه، پدر و مادر میتونه که با عرفای خود اونو بار میکنین که اینمی یک شخصیت دادن برای خود پدر و مسکت مثلا سایر افراد متوجه مسئولیتایش میسازه. من هست یک بزرگ میشینه امراشان گرم میزنه. بعضی کسها هست که عمرشان بزرگ است، ولی عقلا بسیار خرد هستن، در تو سن سال کلان قرار ندارن، لحاظ عقلانی در سطح سوی بسیار پایین قرار دارن. اونجا هست که نمیتونه مشکلات جنجال های در خانواده ایجاد میشه. یک تماس داریم و از همکار تکنیکی هم خواهش میکنیم که شماره تلفن ما رو روی صفحات تلویزیون برنامه‌اش بگذاره. بله دکتر صاحب، متاسفانه تماس موقت شد. با استفاده از وقت یک وقفه کوتاه و بعدن با ما باشید. وقتتان خوش دوستای عزیز. و تماس میایه و بعدن قطع میشه. خب خیر، با استفاده از وقت پیامای شما دوستای عزیز هم میخوانیم. دکتر صاحب صحبت هایتان با خارما تمام شد؟ خب بس کافی است میگه. بله خب خواهر ما گفتن که یک پسر دوست داشتم و چند مدت قبل گفته در سر حریق داشت پس خانه، گفته دستایم و قسمت رویم صدمه دید. والا گفته نامزدم هیچ توجه به من نداره، میگه طرف تو دیده نمیشه و بعض گپای دیگه. گفته آله ما آذر حتی گفته که تصمیم به خودکشی گرفتیم. در زمینه بر ما معلومات بتین که من چی باید بکنم. خب امی فرنان جان، یک موضوع هست که عشقای سابق، بله، سیرت می دیدن، صورتنی بله، چیزی که از بین بره و چیزی که زائل شود، چیزی که بقا نداشته باشه، ارزش هم نداره واقعی. یعنی انسان در مهان تای می بینه. مهمترین چیز بر انسان شخصیت والایش است، سیرت پاکش است، نه صورت. ببینین بسیاری کسا هست که مثلا در فصل جوانی هر کس با یک تیپ و کرکتر، مثلا تیپ لحاظ چهره خوبتر است، مثلا هر کس خوش میکنه، ولی مهم چی هست؟ کسی که ادعای عشق میکنن با یک کسی که مثلا معاشق شدیم، باز او دیگه عشق، عشقهای واقعی، عشقای تو نه که لحاظ چهره چهره باشه، یا چهره خوب دوستش داشته باشه که نبوده، او دیگه او عشق نیست، او یک هوس بچگانه است. هوس فرق از میان عشق با هوس. متاسفانه آل نام مقدس عشق بالای هوس گذاشته شدن و هر کسی که کسر دوش میگه من فلانا عاشق هستم، عشق دارم میتونم، در حالی که عشقای حقیقی میگه عشقهای که از پای رنگی بود، عشق نبود تا عاقبت ننگی بود. این شعر مولانا صاحب است. عشقهای رنگی بقا نمی داشته باشه.
مثلا یک کس واقعا اگر یک کس را دوست داشته باشد که باز اون متوجه صورت نمی باشه. حالا اگر شما فردا روز عروسی می کردین در خانه از اونا فردا روز خدای نخواسته شما را باید جدا می شدین، طلاق می شدن از بین به خاطر از اینکه یک قسمت وجود خود مثلا صدمه دید، این یا دستشان سوخت و روشان چطور شده اگه با دیگه به این خاطر اگر واقعا پسر معلوم میشه، از این کردارش معلوم میشه که اینا رو دوست نداشته، این عشقای رنگی بود که این خوب شد که در همین مقطع زمانی رسوا شد. اگر در مسیر زندگی باز برشان خب اگر فردا رو چهار مدت وقت با اونا ترکن همی خود همی آیسا آیسا عمرو که زیاد بره همی خود چهره تغییر میکنه دیگه. بله، خب باید اونا اینا رو رها بکنن که من خود تدمو سن و سال که بودی درمو و خوش داشتم درمو. ولی مهم چی است که اگر انسان جستجو بکنه، جسم انسان امانند یک دنیا هست، در این دنیا هر آن چیزی که بپاری، هر چیزی که بخوایی در وجود انسان است. خداوند انسان چیز آفریده که مهم چی است که در جستجوی چی هستی، هر آن چیزی که جستجو بکنی در این وجود تو میافی. بله. ولی مهم چی است که چی جستجو میکنی. اگر هوس جستجو بکنی هوس برات پیدا میشه، اگر عشق جستجو بکنی واقعا همو عشق پیدا میشه. ولی مهم چی است که ما بعض اوقات مثلا فکر میکنیم دخترها در عشق فرزانجان بسیار زیاد نسبت به پسرها محکم تر هستن، به خاطر که اونا زندگی را در عشق میابن، اونا فکر میکنن اونا تاریخشان حساب میشه مثلا یک کسره. ولی بارهای گپ ما از طریق برنامه گفتیم که این بدل کردن صفحه احساسات برای بعض ها که تعداد اکثرشان هم خصوصا در دوره جوانی هستن، جوانایی که عشق پخته هم دارن، من اونها رو نمیگم، ولی زیادترن که اینمی ده، چون در صدد هوس است، هوس رشد میکنه و اینمی یک موضوع ایجاد میشه. ولی چی باید کرد در همچه حالات؟ خب یک موضوعی که هیچ چیزی که من بارها برای خواهرای عزیز برادرای گل که اگر مشکلات که پیدا میکنن، من یک موضوع رو گفتیم که یک چیزی که در وجودتان هیچ نگذارین که خود حتی اینمی افکارش از ذهنتان پاک بکنین و هیچ وقت اینمی که دمی ذهنتان براتان یک چیز براتان گفته میشه کلمه منفی خودکشی، یا که همین یک چیز در ذهنتان پیدا میشه اونو مولو لحظه قطعش بکنین، چرا که خیالات شما خود هر گونه بعد ها فکر میکنه خب من خود کار عملی نکنیم، در تخیل میبینم، خیالی میبینم. خود خیال داشتن باعث از این میشه که باعث فقط شخصیت سازی انسان امی افکارشان میکنه. یعنی می خیالات جز از افکار است. یعنی بعض کسها هست که اماره در عالم خیالات بسر میبرن. مثلا یک کس رو بینین که یک در مقابل رفاقای خود خصوصا جوانا و گپا بسیار زیاد ضعیف میباشن، زور نمیداشته باشد و لحاظ فیزیکی قوی نمی باشه، اینا احساس کمتری میکنن، بعدا در عالم خیال امواره فکر میکنن که هم با یک رفیق زورمند خود تاخت و تاز میکنه، میگه میره به این شکل لط کردم، متو کردم، کوب لط و کوب کردم، میگه پای گپا تمامش خیالی. ولی اینمی خیالی امی عالم خیالات جز از شخصیت از انسان میشه، بالاخره اینمت یک انسان خشن به بار میاره در حال کون در عالم خیال بسر برده. این مسائل هست که انسان باید بسیار کوشش بکنه که حتی خیالات خود را هم کنترل بکنه. و در جنبش وقتی که ای خواهر دیده که با ایدی یک انسانه روبرو هست، کسی که فقط شیفته صورتشان بود، چیزی که چشماش را کور کرده بود و سیرت یک پاک یک دختر ندیدن، فقط صورت، خب صورت خب پیشتر گفتم که بقا نداره، از بین میره در هر حادثه. شما با یک حادثه دستکای تانم سوخ و یک قسمت روی تانم، حالا میگه طرف شما دیده نمیشه و حتی تمام چیز فراموش کردن. پس در جنب اتمی که بزرگای ما شما میگن که میگم یار ناخواسته را انسان ناخواسته بگیره، ادامه دادن باید زندگی. گرچه شما فردانجا نامزد گفتین، نامزد شان نیست، گفتن دوست هستم، گفت چند بار به خواستگاری چان آمده بود، ولی نامزد نشدن هنوز. خوب است که نامزد نشدین، خوب است که اون خود خواستگاری تان که وقت که آمد فامیلی تان رضایت نشان نداد یا هر مگه پایی که بود، ولی مهم چی است خواهر گل که خوب
خوب است که در همین مسیر زندگی انسان‌ها رو خوب میشناسن. یگان حادثه بالا انسان میه که آدم فکر میکنه که چرا یک حادثه بالای ما آمد و ای کاش نمی آمد. ولی اگر دقیق ببینن که در این حادثه چی چهره های رسوا میشن، چی چیزهای ابهام و گنگی که در زندگی ما می باشن رسوا میشن و کسایی که ما بالاش اعتماد داریم، مثلا بعض اوقات بالای یک انسان یک مشکل اقتصادی میه، بالای کسی که تو قدر استاده هستی که میگین این دوستم از برادرم از همشیریم از فلانه با ما چقدر کمک خواهد کرد، ولی حملا میبینی که از مقابل تو چیز رو نمیبینی. بعض اوقات خداوند این حالت ها رو بالا انسان میاره که فقط ایجا بعضا انسان هایی که ما برشان مثلا بالای زونا زیاد فکر میکنیم یا فکر میکنیم که اینا برای ما بهترین دوست خود بود، برای ما معلوم میشه که آیا واقعا دوست های واقعی هستن، یعنی دوست های جانی هستن یا دوست های نانی. بله. پس به او خاطر خواهر گل این حالت جور میشه، خوب میشه. من این فهم که سطح سوی سوختگی شما روی شما و دستای شما در کدام درجه است، آیا همیق سوختن یا سطحی هست حالتش، ای با تداوی حال خوب تداوی بسیار مدرن در این زمینه وجود داره که من مطمئن هستم که بسیار اگر گیریم که اگر همیق هم باشه خب راه های تداوی سهل فعلا وجود داره و آیسته علم و تکنولوژی هم روز بر روز آپدیت شده میره، جدید چیزهای جدیدی به وجود میاد و این حالت بر تا نمیمونه، ولی مهم و اساسی است که شما درک کردین فهمیدین که اونا شما را فریب میداد. پس به او خاطر بازم تکرار میکنم که مو یار ناخوانده را ناخوانده گرفته و اصلا دیگه به فکرشان نباشین و کسر جستجو بکنین که واقعا امو سیرت شما را بپذیره و همیشه و همواره شما را دوست داشته باشه، نه صورت دانه که آلو با کوچکترین یک کار قسم شد که باز همه چیز فراموش بکنه. بهترین راهی است که دیگه اصلا هیچ اونا را به خاطر هم نبینیم و کوشش بکنین که از قلبتان روح و روانتان اونا را کاملا مجزا بسازین و دور کنین. بله دوست عزیز، وقت برنامه امروزی ما هم تمام است. ناگودر هستیم که با شما عزیزا خداحافظی بکنیم تا تقدیم برنامه بعدی. تمام شما عزیزا را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. الله یار و نگهدار همه‌تان. وقت خوش، خدا نگهدار.